دست به دست شدن ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی میان طالبان و نیروهای امنیتی. گروه تروریستی طالبان شب گذشته بالای ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی حمله کردند و چندین ساعت کنترل این ولسوالی را به دست گرفتند. در این نبرد به شمول ولسوال این ولسوالی 23 سرباز پلیس کشته و بیش از 10 تن دیگرشان زخم برداشته است. طالبان ساختمان این ولسوالی را نیز با آتش کشیده است. نیروهای امنیتی صبح امروز دوباره موفق شدند که کنترل این ولسوالی را به دست بگیرد. اما چرا نیروهای امنیتی هنوز هم توان جلوگیری از این گونه حملات را ندارد و چگونه طالبان موفق می شود که تصرف کنند همچنین ولسوالی ها را؟ سلام، به برنامه خط کابل خوش آمدید. من رازقیار هستم و مهمانم برای بحث بیشتر این موضوع نصیر احمد فقیری، عضو شورای ولایتی ولایت غزنی، و تا دقایق دیگر هم سید صفی الله هاشمی، عضو مجلس سنا با ما خواهد پیوست. خیلی خوش آمدین آقای فقیری. شب گذشته در ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی چی گذشته؟ چگونه طالبان موفق شدند که کنترل این ولسوالی را برای چندین ساعت به تصرفشان در بیارند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و بندهای خوبی تلویزیون خورشید. قسمی که شما در جریان هستین، متاسفانه شب گذشته یک حمله گسترده تهاجمی از طرف دشمنان مردم افغانستان و اجنبی ها یا کسایی که حداقل مزدور استخبارات بیگانه هستند راه‌اندازی شده بودند، که در نتیجه متاسفانه ولسوال صاحب ولسوالی خواجه عمری، مدیر امنیت ملی ولسوالی خواجه عمری و تعداد از افسرها و ساتنمنا و کارمندای ملکی اداره ولسوالی خواجه عمری به شهادت رسیدن، که بسیار یک حمله گسترده و تهاجمی که از ولایت های همجوار ولایت غزنی کمک مخالفین دولت جمع‌آوری کرده بودند و نیروهای نظامی خود تقویت کرده بودند، از چندین مسیر بالای ولسوالی خواجه عمری حمله کردند، که در نتیجه یک پوسته که در قسمت قریه کاریز به نام پوسته قلور موقع داشتن، قماندان پوسته و سربازایشان شهید شدند، پوسته را سقوط دادند و تجهیزات امکاناتشان را با خود بردند، که متاسفانه دلایل گوناگون داره. اولی که بحثش برمیگرده به ضعف و ناکارآمدی و ناکارگی ارگانهای امنیتی و کشفی ولایت غزنی. چطور؟ که امنیت ملی غزنی وقتی که از همچو وظیفهشان مشخص است کشف موضوعات امنیتی و تمام موضوعات تروریستی، باید مسئولیتش برمیگرده به ریاست امنیت ملی، که ریاست امنیت ملی غزنی ما شاهد ازی هستیم که در درون شهر ولایت غزنی در یک هفته گذشته، در این مدتی که ما شاهدش هستیم، ترورای با تفنگچای بدون صدا و تفنگچای بی صدا در درون شهر، در محوطه خود شهر که در حدود 500 کیلومتر یک کیلومتر از محدوده ریاست امنیت ملی، قماندانی امنیتی، ادارات امنیتی ما موقعیت دارن که تو حوادث تروریستی اتفاق افتاده. بله، ولسوالی خواجه عمری یکی از ولایت های امن است نسبت به دیگر ولسوالی های ولایت غزنی. چطور طالبان خواستند که به این ولسوالی حمله کنند؟ در این ولسوالی نظر به ولسوالی های دیگر نفوذ این گروه تروریستی کم است. دقیقا ولسوالی خواجه عمری یکی از ولسوالی های امنی غزنی به حساب می آید، که این دلیلش به این میشه که ولسوالی خواجه عمری سرحد مشترک بین ولسوالی جغتوی ولایت وردک داره، سرحد مشترک با ولسوالی سید آباد که قسمت های ناامن منطقه سالار نارب دارن. این ولسوالی های ناامنی ولایت وردگ و در ضمنش یک ولسوالی ناامنی غزنی، ولسوالی رشیدان، این محدودهشان احاطه شده به ولسوالی های ناامنی وردگ و غزنی، که در اون صورت مخالفین توجهشان بیشتر به این بود که یک ولسوالی حداقل بتانند که ضربه ببینه رویشان، پلان توان از پیش و از شورای کویته، از بخشای استخبارات های منطقه توان کار میشه تا اینکه یک ولسوالی را بتانند به سقوط مواجه بکنند و تلفات و تجهیزات و گپایشان بیشتر بکنن، که در اون صورت دلیل عمدهشان ما این بگیم که ولسوالی خواجه عمری سرحد مشترک با ولایت وردک دارن. و بله، ولی در کنار این تقریبا بیشتر یا کمتر از 20 کیلومتر با شهر غزنی هم فاصله داره، یعنی یک ولسوالی نزدیک به ولایت است. چگونه موفق شدن طالبان که یک چنین عملیاتی را راه اندازی بکنند، تعداد سربازا را بکشن و حتی تصرف بکنن ولسوالی را؟ گپ دقیق هستند که ولسوالی خواجه عمری محدودهشان با فاصله ولایت غزنی در حدود 10 الی 15 دقیقه مسیر متراو است، که مسیر ولسوالی هم اسفالت شدگی است، که در اون صورت امکان ازی است که تا یک حد را امکانات و تجهیزات بیشتر باشد تا یک موقعیت ولسوالی خود برسانند. متاسفانه
نیروهای کشفی ما که پیشتر اعتراض کردم که نیروهای کشفی ما ضعف مدیریتی دارد، دای بسیار گپ واضح است. طالبان شب گذشته پیش از اینکه عملیات خود اجرا بکنند، پیش از اینکه وارد عمل شوند، آمدن مسیرهای خود سرک غزنی و خود شهر غزنی و ولسوالی را گرفتن، قطع کردن، حفاری کردن تا اینکه موترهای کمکی که از نیروهای امنیتی ما وارد منطقه میشن، ولسوالی میشن، از این مسیر عبور نتونن و مسیرشان را بند کردن و در مسیر را کمینه افراز کرده بودند که متاسفانه ماینهای جاسازی شده زیر پل پلچک داشتند که بیشترین تلفات ما را در قسمت ماین و کمینایی که در مسیر را افراز کرده بودند ما تلفات دادیم و نیروهای امنیتی ما در اون صورت بیشترین ضربه را زدند. یعنی میگین ضعف اساسی از نیروهای کشفی بوده؟ دقیقاً ما ولی فاصله اون قدر نیست. وقتی بالای یک ولسوالی حمله میشه فکر نمیکنین اگر از مرکز ولایت میخواستن که خونسا بکنن و دفع بکنن این حمله را ممکن نبود؟ ولسوالی خواجه عمری، خود ولسوالی، ولسوال شهید شدن، مدیر امنیت ملی در محدوده ساختمانی که حضور داشتن از طرف مخالفین اسیر محاصره شده بودن. قماندانی امنی ولسوالی خواجه عمری در یک موقعیت 500 متری فاصله داره از ولسوالی خود خواجه عمری که نتونسته مخالفین حکومت، مخالفین دولت با ولس خود قماندانی و فرماندهی پلیس ولسوالی خواجه عمری را تسخیر بکنند، اونا نتونسته بودن که این ولسوالی را بگیرن. در اون صورت اونا فقط کمک تانستن که از موقعیت خود دفاع بکنن و نیروهای کمکی که بعد از غزنی می آمدن مسیر را به رضا کمین فراش اونا را در مسیر را درگیر ساختن، اونا نتونستن که در محل حادثه و خود ولسوالی برسن. خیلی سپاسگزارم. ادامه خط کابل را پس از میان برنامه کوتاه دنبال کنید. ادامه برنامه. آقای فقیری، ولایت غزنی یکی از ولایت‌های ناامن است و در کنار این در اکثر ولسوالی‌های غزنی طالبان به شکل نفوذ دارند. چرا حکومت مرکزی توجه نمی‌کند؟ چرا طالبان در این ولایت سرکوب نمی‌شوند تا باشه که از رویدادهایی که مثل دیشب جلوگیری شود و دیگر به وقوع نپیونده این چنین رویدادها؟ یقینا، اما بارها بارها در رسانه ها و در مجالس رسمی متعدد و مختلفی که با مقامات مرکزی داشتیم، با مقامات محلی ولایت غزنی داشتیم، همین نگرانی هایی که مردم و نیروهای امنیتی ما، سربازا و پلیس هایی که حداقل در خط اول هستن، در جبهه هستن، در پست هستن، با ما شریک ساختن، ما همین مشکلات ها و نگرانی هاشون واقعا به تمام همین حکومت ها، حکومتدارا و سردمدارای حکومت مرکزی رساندیم و گفتیم که اینی بخشا و اینی مشکلات هایی را نیروهای امنیتی غزنی و در مجموع نظامی های غزنی پیش رو دارن. در اون صورت ما تا هنوز نتونستیم که حداقل به اون حدی که نیروهای امنیتی غزنی اکمال و تجهیز شوند، در اون صورت از طرف حکومت مرکزی نتونستیم که حداقل بتانه درد همه نیروهای نظامی ما را و از لحاظ کمبودات نظامی، تجهیزات و حتی عاشه در مدت یک ماه میشه که پلیس های ما حداقل از لحاظ عاشه خود کمبود دارند. بله، چرا به نگرانی شما توجه نمیشه؟ حالا وقت شما به عنوان نماینده مردم مشخصا میایین نگرانی مردم را به حکومت مرکزی میگین باید توجه شود، چرا توجه نمیکنن؟ در چی میبینید؟ علت شما نمیفهمید که خود حکومت نمیتونه یک شرایط میخواد باشد، حاکم باشد در ولایت غزنی یا در ولایت افغانستان. سود حکومت چی است در یک چنین وضعیت؟ سود حکومت به دخل برای ما معلوم نیست. بس ما باب مثال برای شما، مردم هستین، برای شما مثال میآورم که ولسوالی ناوی ولایت غزنی از مدت 10 الی 12 سال است که در اختیار مخالفین قرار دارند که از این ولسوالی تمام اکمالات، تجهیزات و در مجموع تمام ترانسپورتشنشان، زخمی های مخالفین از طرف همین ولسوالی حتی به مرکز خود پاکستان در ولایت های سرحدی پاکستان تداوی میشه و انتقال داده میشه و تمام تجهیزاتشان از اون مسیر وارد غزنی میشه تا حد دیره که ولسوالی ناوی ولسوالی های بیشتر غزنی را تهدید میکنه، ولایت غزنی را تهدید میکنه تا سرحد کابل و او طرف هم تا سرحد اروزگان و تا سمت شمال از این ولسوالی نظر به مراپورهای موثقی که ما داریم از در آدرس مردم اکمال میشن و تمام ناامنی را از این ولسوالی ناوی غزنی دامن میزنن. ما به می حیران هستیم که حکومت مرکزی چرا توجه نمیکنه. فکر میکنین چرا توجه نمیکنه؟ از دید شما علتش چی است؟ از دیدش ما میرم میگم که استخبارات منطقه در درون بخش های امنیتی ما نفوذ دارن، یا اینکه با به مثال در تمام عمرات همیشه کشورهای همسایه ما در مجموع مداخله کردن،
یکی از خواستای استخبارات منطقه باشند در این موردش که متقل نمانند و نگذارند که مردم افغانستان به یک شکل بسیار سلامت آمیز و آقای فقیری، والی ولایت غزنی گفته که در حمله دیشب طالبان این گروه از سلاح های سنگین و ثقیل استفاده کردند و حتی گفتند که از توپ 82 اینها استفاده کردند. اطلاعات شما چی است در ولایت غزنی؟ اینها از کجا میکنند سلاح های سنگین را؟ خود طبعا ما گفتیم که اینمی ولسوالی نوه که از مدت 10-12 سال است که در اختیار مشخصا مخالفین قرار دارند که حکومت مرکزی و حکومت محلی حداقل یک اداره را چی در بخش ملکی است چی در بخش نظامی اوجا فعال ندارند. تمام ولسوالی در اختیار مخالفین است که فابریکا و کارخانجات بسیار مجهز ماینسازی و تسلیحاتی در اختیارشان در ولسوالی قرار دارند. بله، سلاحایی که آقای والی گفتن این ظاهرا سلاحای خیلی بزرگتر است و شاید این گروه تروریستی نتونه که او را تولید بکنه، باید از کشورهای منطقه برشان کمک رسیده یقیناً باشه. فکر میکنین از کجا کردن؟ خب ما مشخصا تمام مردم افغانستان موضوع بهشان مشخص است که منشی نمی بدبختی ها کشورهای همسایه است، استخبارات های منطقه است، من از همون کشورها برشان در اختیارشون قرار داده میشه و یک قسمت ترانسپورتشان شان که حتی تا ما شاهد دیده هستیم که در خود کابل به چی شکل میرسونن و بسیار عملات پیچیده و گسترده را اندازی میکنن. در صورت حداقل برای ما مشخصا واضح نیست که نو از کدام آدرس و از کدام درک میتونن همین تجهیزات و تسلیحات خود را به دست بیارن. بله، حالا این گونه حملات ظاهرا بار تکرار شده در افغانستان در بخش های مختلف و حتی در همین غزنی هم چند بار تکرار شده و ولسوالی های متعدد را طالبان به کنترلشان در آوردن. فکر میکنین چرا اقدامات پیشگیرانه گرفته نمیشه از سوی حکومت افغانستان و از سوی نهادهای امنیتی؟ حالا یک بار طالبان میای به یک ولسوالی حمله میکنه، اونجا سربازا را میکشن، دوباره پس نیروهای امنیتی میره لشکرکشی میکنه، ساحر از وجود طالبان پاکسازی میکنه. یقینا ما بحث ما اینمی است که وقتی که ارگانهای کشفی ما که بعد در رأسش امنیت ملی است و استخبارات اردوی ملی قماندانی لوا هستند و استخبارات پلیس است که بخش وظیفهشان برمیگرده که باید همین مواقعات تروریستی را دشمن بخش برمیگرده که با پلیس خود کار بکنه، ولی یک بخش برمیگرده حداقل همو عملات تروریستی را که دشمن میخواد راندازی بکنن چی از بخش پلیس است چی امنیت ملی وظیفهشان مشخص است که کشف بکنن و در نقطه که آغاز میشه با اونجا خونسا بکنن یا اینکه حداقل اینا وارد عمل بشن و مسیر را کمینار افراز بکنن با یک نیروی امنیتی ولایت غزنی موضوعات و راپورای بسیار جدی خود شریک بسازن تا اینکه از همچه حادثات که شب گذشته در ولسوالی خواجه عمری اتفاق افتاد جلوگیری صورت بگیره. در این صورت ما میگیم که حداقل حکومت و دولت محلی یا خلاصه در کل حکومت افغانستان میتونه تمام امورات نظامی خود پیشبردی بیشتر و خوبتر داشته باشند. بله، در کنار این آقای فقیری، گروه طالبان به یک نحو شیوه جنگ و تکتیک جنگشان را تغییر دادن. این گروه در گذشته بیشتر حملات را که انجام میدادن به شکل بسیار کوچک بود و 5-6 نفر یک چنین عملات را اجرا میکردن، ولی حالا بیشتر این گروه به حملات گروهی تمرکز داره. فکر میکنین چقدر خطرناک است این چنین حملات؟ در این صورت ما تمام ظرفیت و کمیت نیروی امنیتی ما برای ما و شما حداقل معلوم است که در یک ولسوالی با چی تعداد ما نیروی امنیتی داریم که مشخصا در تمام اکثر ولسوالی ها بخش امنیتی ما برمیگرده با ما پلیس است که وظیفه اصلی پلیس هم به این است که حداقل با مخالفین جنگ بکنن. وظیفهشان مشخصا نظم جامعه هستند که در حد تنفیذ قانون کار بکنن، ولی متاسفانه مخالفین تاکتیک های بسیار پیشرفته را مد نظر میگیرن. مثلا در حمله شب گذشته بیشتر از 200 نفر مخالف حکومت روی ولسوالی خواجه عمری حمله کردند که در اون صورت با یک مجموعه حداقل 150 نفری یا 100 نفری همو ولسوالی نظر به درجه شان که هستند نمیتونن حداقل از ولسوالی خود دفاع بکنن. در این صورت یک بحث بسیار قابل نگرانی است که در اون صورت تلفات بسیار بیشتر ما ممکن به سال پیش رو در فصلی که حداقل گرمتر شود تمام ولسوالی های غزنی و افغانستان متوجهشون باشه. ولی اگر به ولایت غزنی و ولسوالی های این ولایت که به نحو طالبان در اون نفوذ داره توجه نشه از حکومت مرکزی، چگونه میبینین؟ آیا این ولایت سقوط خواهد کرد؟ یقینا در دو مرحله گذشته سالهای قبلا در مرحله سقوط در مرحله پردگاهی که خلاصه ولسوالی ولایت غزنی به مرحله سقوط برسه تمام ولایت در اختیار مخالفین قرار بگیره، ما شاهدش بودیم که با درایت و مدیریت قماندانا و رؤسای امنیت ملی و افراد اشخاص نظامی که در گذشته قرار داشتن ولایت غزنی را از سقوط نجات دادن و در ضمنش حمایت واسه مردمی که حداقل مردم با
نظامی های خود با حکومت خود هماهنگ شدن، همراه شدن و ولایت غزنی را از سقوط نجات دادن. در سال پیشرو یعنی حالا هم با تهدید سقوط مواجه است غزنی. ما هر شب مردم ولایت غزنی، مردمی که در حداقل در محدوده خود شهر غزنی ساکن هستند، در کمربندی های شهر غزنی ما شاهد ازی هستیم که هر شب فیر است، جنگ است و خلاصه تلفات نظامی های ما شاهدش هستیم که در محدوده 5 کیلومتری یا 10 کیلومتری یا حداقل 6 کیلومتری ولایت غزنی هر شب مخالفین حمله میکنن و در ولسوالی ها اکثر ولسوالی ها در خیلی فشرده. آقای فقیری، چون فرصت ما تمام است، بگوین چی باید شوه که وضعیت غزنی به سوی مثبت در برکت باشه؟ در قدم اول در قسمت رهبری امنیتی ولایت غزنی حداقل قماندان لوا، رئیس امنیت ملی و قماندان صاحب امنیت یک شخص افراد مسلکی است، ولی که به درد جنگ امروزی حداقل به تاکتیکای پیشرفته نظامی ها برسن نتونستن که مدیریت خوب داشته باشن. و در قسمت ای که چی باید شوه، حکومت مرکزی نیروهای کافی امنیتی در اختیار حکومت محلی نظامی غزنی قرار بدن تا اینکه خلاصه از کمبودات تجهیزاتی که متوجه نیروهای امنیتی غزنی هستند اکمال شوند تا اینکه ولایت غزنی از پرده سقوط بیرون بیاید. سپاسگزارم فقیر باشد. احمد نصیری، عضو شورای ولایتی غزنی، از حضورتان در برنامه کنونی خط کابل. سید صفی الله شمی، عضو مجلس سنا، نتونستند که در برنامه با ما حضور پیدا بکنند. از همراهی شما همچنان تشکر. تا بعد، خدا نگهدار.